جم که از طریق برنامه گزارش ورزشی با این برنامه همراه هستن و پخش مستقیم این دیدار. اولادی حرکت سریع او پشت محوطه جریمه و یه خطا از بازیکنه شاهین بوشهر و مسئول در بازی قبلی در جام حذفی هم همچین خطایی رو مرتکب شد. با دریافت کارت زرد دوم اخراج نوری ضربه‌اش رو میزنه، خوبم میزنه و گل تماشایی محمد نوری یه گل عالی رو به ثمر میرسونه. کار کرده بود توی این صحنه مصطفی دنیزلی با نگاهی مغرور. پرسپولیسیا که با این ترکیب گام به این دیدار گذاشتن و به عنوان میهمان هم در ورزشگاه آزادی مقابل سایپای البرز قرار گرفتن، چه موشک جدی داره، نه کسی که به شوک بده. خود حقیقی مهرداد اولادی درخواست توپ میکنه. با توجه به اخراج هادی نوروزی، سختاره بودن غلام رضا رضایی، مصدومیت وحید هاشمیان، حالا فرصت خوبی است برای مهرداد اولادی که پنالتی راحت میگیره. یه پنالتی مفت و مسلم از مدافعین سایپا که حالا این موقعیت میتونه وضعیت روحی روانی سرخپوشان رو بسیار بهبود ببخشه. این لحظه برخورد مدافعین سایپاس با مهرداد اولادی، یه لحظه اشتباه کرد مجید غلام نه چهره که میتونست. نوری در عرض، حالا پاس برای چه بازی کنی؟ مهرداد اولادی بازی ادامه داره و اولادی که اینجا روی این مضاعف خواهد داشت در تبریز در مساف با سرخپوشان. نوری فرصت رو میتونه آماده بکنه برای شوت زنی مهرداد اولادی و ضربه مهرداد اولادی تماشایی زده میشه و توپش با اختلاف اندک از بالای دروازه وحید طالب رو به بیرون میره. روز و بازی سختی رو تا اینجای کار داشته و به نظر خواهد داشت وحید طالبلو. هر حرکت تهاجمی سرخپوشان با تشویق مصطفی دنیزلی همراه است. ببینیم با هم این توپی که با این اختلاف از بالای دروازه روی ضربه مهرداد اولادی به بیرون میره. در حالی که کم تعداد بودن بازیکنان پرسپولیس اما نه. رضا محمد یه ضربه سر، یه لحظه اشتباه از هادی شکوری، فرصت برای رضایی که میتونه پاس بده اونجا و کار یک ساره بشه توی دروازه. یه پاس عالی مهرداد اولادی روی اشتباه مسلم هادی شکوری. حالا این گل از چند جهت اهمیت پیدا میکنه، میره در آغوش مصطفی دنیزلی هم شادیش رو تقسیم میکنه. بازی های خوبی هم از او در تیم فولاد دیدیم، شاید بازیش در این مسابقه برای خودش تداعی کننده خاطره ای باشه که بتونه گلی هم به حریف فعلی خودش و پنالتی و یه پاس خوب برای مهرداد اولادی پا عوض میکنه. مهرداد اولادی ضربه پای چپش، تو به بیرون میره. کریمی میگیره، مهرداد اولادی با یه پاس رو به جلو جواد کاظمیان رو میتونه موقعیت پرتاب برای پرسپولیس. حرکت از مهرداد اولادی و توپ خطرناکی که از بالای دروازه میرزاپور به بیرون میره. میرزاپور خوش شانس بود که توپ صحنه استر رو با هم مرور کنیم مشخص خواهد شد. بله با هم نگاه میکنیم این ضربه مهرداد اولادی به سمت دروازه و گل و توی دروازه. گل تصاوی اولادی در 43 دقیقه به ثمر می‌رسونه. مهرداد اولادی حالا حرکت می‌کنه به سمت دروازه و باز هم گل توی دروازه. دومین گل ملوان توسط مهرداد اولادی. داریم که میگه وارد محوطه جریمه میشه، آل خلیفه با او حرکت می‌کنه و اعلام پنالتی. حرکت می‌کنه به سمت دروازه و گل.
نقاط ابتدایی و گل و گل برای تیم برامون توسط مهرداد اولادی به پشتک هم میزنه مهرداد اولادی اولادی میزنه و گل و گل برای برامون از این نقطه پنالتی در دومین باز مهرداد اولادی در واقع پنالتی رو باز میکنه پشتک اولادی تیپ و گل و گل میزنه مهرداد اولادی و هتریک میکنه کازمی ها سانت رو یک زن سر و گل گل مساوی را مهرداد اولادی میزنه این هم حرکات ویژه و بعد از گل زدن بازیکن جوان فوتبال کشور ما ارزش خودش رو باز هم نشون میده با هم نگاه میکنیم این ضربه سریع است که مهرداد اولادی عالی میزنه پاس او به زوهانی پشت منطقه جریمه است این ضربه دیدنی توی دروازه گل عالی از اولادی که حساب کار رو 2-0 کرد حالا تیم ایران با اقتدار خیلی خوب زد با یک ضربه روی پا به کنج دروازه تصویر رو تماشا کنیم رجب‌زاده پاس میده و بلافاصله بودی رو به اردوی تیمش میبره یه ضربه سر هم میره زده بشه توسط اولادی که به تیر دروازه هم برخورد میکنه یه اشتباه از مرداسی حالا مرداد اولادی توپ رو میگه وارد محوطه جریمه هم میشه آل خمیس با او حرکت میکنه و اعلام پنالتی ببینیم شده یا نه بله اعلام پنالتی اولادی حرکت میکنه به سمت دروازه و گل علارغم اینکه درست رفت جهت رو اما با ارتفاع زد دیگه حسن حوری هم نتونست کاری بکنه ملوان یک ساعت نفت یک مرداد اولادی بالاخره حسن حوری رو تسلیم میکنه حالا پژمان تدارکی کمتر میبینه دقاقله یه بازیکن از پیش رو برمیداره موقعیت هست برای اولادی به سمت دروازه هوری و حالا پژمان نوری و توی دروازه گل زدن یهو میره برای ملوانی ها به دست بیاد موقعیت برای اولادی به سمت دروازه به چین دروازه و گل مهرداد اولادی گل دوم رو میزنه برای تیم ملوان 2 استقلال 0 مهرداد اولادی شادی رو یه بار دیگه به ورزشگاه تختی میاره عالی از بازیکن تیم ملوان مهرداد اولادی پشت به دروازه هست حالا باید از اون تکنیک خوش استفاده کنه ضربه روی زمین و طالبلو بهترین گلزن ملوان در این فصل مهرداد اولادی دورخیز میکنه به سمت دروازه میزنه و به تیر دروازه برخورد میکنه موقعیت همچنان برای تیم
دیدار مربع 32 گل خورده داشت و جز 5 دفاع برتر بوده. اجازه بدید این ضربه رو ببینیم. یک ضربه سر و میتونه دروازه رو باز بکنه. خبر نداریم که چی شده. اجازه بدید این فرصت رو هم ببینیم. در لوبات جریمه و گل. مهرداد اولادی بالاخره گل میزنه. مربع 1 سبای قم 0. در حالی که خودش هم میتونست گل بزنه. یه بار یه بیرون فرصت و حالا توی دروازه، توی دروازه همون بازیکنی که